بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. امروز یا این جلسه که امشب باشه 46 جلسه ما به فضل پروردگار در سیره نبوی است. دیدیم که پیامبر خدا علیه السلام چطور به مدینه منوره هجرت کرد، لیکن قبل از اینکه به مدینه و داستان اونجا رو مفصل ذکر کنیم، باز میگردیم به حوادثی که قبل از هجرت صورت گرفته. از جمله اون حوادث مهم داستان ابراهیم بن سباه و پیلشه که اون سال هم آمول پیل نامیده شد و اونو مقایسه میکنیم با آمول پیل امریکا که امروز بر مسلمانان مسلطه، ابراهیم زمان و ابراهیم ایران که بر اهل سنت مسلطه. این داستان به واقعیت معاصر ما بسیار نزدیکه. میدونی که در سوره پیل الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلهم کعصف ماکول. یاد بیاور که پروردگارت با فیلداران چیکار کرد؟ آیا توطئه‌شون رو برباد نداد؟ براشون مرغ ابابیل فرستاد که با سنگ‌های گداخته بر سرشون زدند و اونها رو مثل کاه مالیده شده قرار دادند. ما مسلمانان که امروز در حالت ضعیفی قرار داریم، در که ضعیف‌ترین حالت‌های تاریخی خود قرار داریم، بسیار نیازمندیم که از این داستان مطالبی رو برای واقعیت خودمون، بر زمان خودمون استنباط کنیم. بلکه بدترین چیز در زندگی انسان اینه که انسان از داخل شکست بخوره، احساس شکست بکنه، کسی فکر کنه که مسلمان ها تموم شدن. این بدترین مصیبته. ابن اسحاق داستان پیل را میاره. ابن اسحاق علیه الرحمه قدیمترین تاریخ نویسه که ابن هشام از اون نقل میکنه. میگه که ابراهیم بن سباح یکی از استانداران نجاشی بود، پادشاه حبشه بر یمن. بعدها دیدیم که نجاشی خودش چطوری مسلمان شد و این ابراهیم دید که مردم هر سال به سوی حج میرن، به طرف مکه. یک کلیسایی درست کرد در صنعا، مثل این امام بارها یا این بارگاه های شیعیان، تا بدون که تو تاریخ جنگ توحید و شرکه. به نجاشی نوشت که من یک کلیسا درست کردم در صنعا که مثلش درست نشده، بی نظیره، و من میخوام حج عرب را تمام بکنم که بیان مردم این کلیسا حج بکنن. همچون شیعیان میگن که مردم برن امام رضا، قبله را باید تغییر داد چون حسین در عراقه، مل اونان، شما حسین رو کشتن دادید و خون حسین هم تجارت میکنی. درگیری ها طول تاریخ اینطوری هست، بین یک جهت و جهت، بین یک ملت و ملت، بین یک امت و امت، بین یک دین و دین، بین یک قوم و قوم رخ میده. در چنین حالت های پیروزی با کیه؟ با اونی که قوی تره. لیکن وقتی که درگیری و جنگ بین زمین و آسمان میشه، نتیجه مشخصه. با آسمان نمیشه جنگید، با خدا نمیشه جنگید،
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اونایی که کافرن اموالشون رو خرج میکنن تا از راه خدا جلوگیری کنن. امروز اموال ملت ایران به دست خامنه‌ای ملعون و روحانیت ملعونتر از خودش در دنیا مصرف میشه تا جلو توحید گرفته بشه. پس ينفقون ها این اموالشون رو خرج میکنن، دوباره این براشون حسرتی میشه، دوباره شکست میخورن. این در انفال آیه 36. در آل عمران 12 قل للذین کفروا ستغلبون، به کافرها بگو شما مغلوب میشید. این آیه ها نباید ما رو به توکل واس دار که بگیم خب تمام شد خودش خوش میشه میفته، لیکن بر اون چرا خداوند اراده کرده بر اون توکل کنیم و به سرنوشت مجهول تسلیم نشیم. همه این آیات، همه ایمان برای اینه که اعتمادمون به خدا باشه. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد، به کافران بگو که مغلوب میشید و بعد هم در به جهنم که بدترین جایگاهیست حشر میشید. مشرکان هم همینطور، قبر پرستان هم همینطور، رضا پرستان هم همینطور، علی پرستان هم همینطور. اینه که یا علی یا علی میگن هیچ فرقی با اونه که یا مسیح میگن ندارن، ظاهرشون مسلمان باشه. ابرهه از اینها بود، ابرهه بن صباح از اینها بود، خامنه ای اون زمان بود، خمینی اون زمان بود، سیستانی اون زمان بود. میخواست مردم رو از رفتن به حج به سوی کلیسایی که خودش درست کرده باز داره. همین دقیقا همین کاری که شیعیان میکند الان. دین ابراهیم علیه السلام دین خدایی است، آثاری داره. از آثار دین ابراهیم علیه السلام در مکه مکرمه خانه کعبه، عرب اون موقع به مثل امروز به حج میرفتند، لیکن امروز دست اسلام اون موقع نه. این شنید بود که شخصی فردی از بنی کنانه و رفته داخل کلیسای ابراهه شده، اونجا رو کثیف کرده، نجاسات گذاشته. این کار بچگانه ایه. ابراهه وقتی اینو دونسته گفته کیه که اینجور به چون این کاری جرأت کرده؟ گفته این شخص از مکه بوده. گفت الان که چنینه من کعبه را ویران میکنم. این کعبه پشترش خداونده. وقتی که حوادث شوم 11 سپتامبر رخ داد، من همون موقع هم زدش بودم علنا تو تلویزیون ها و لیکن بعضی از روزنامه ها نوشتن، بعضی از روزنامه نگاران نوشتن که باید مکه رو بمباران کرد، خانه کعبه رو باید بمباران کرد. این روزنامه نگاری که این پیشنهاد رو داده بود میدونی چی بر سرش اومد؟ گاهی زود میگیره، نصف شل شد در آغاز جوانیشه و ولی سر انسان میتونه با دیگران مخالفت کنه، لیکن با آسمان نمیتونه بجنگه. با پروردگار زمین و آسمان نمیشه جنگید. اگر در جبهه قرار دارید که ضد خدا باشه، ضد توحید باشه، بدون که نتیجه مشخصی از قبل. آقا خداوند راجب عایشه و حفصه که امهات مؤمنینند مخالفت جزئی با پیغمبر کردن، میگه که میفرماد که وان تتوبوا الی الله، یعنی توبه کنید، از همین دست برداری توبه کنید. فقط سقط قلوبهم، قلباتون منحرف شد. نه، مسلمانان، مؤمنان، امهات مؤمنینان، لیکن هر که بامش بیش برفش بیشتر. وان تظاهر علی فان الله
فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه؟ در مقابل دوتا زن این همه جبهگیری خدا و جبرئیل و مؤمنان و نیک و فرشتگان هم پشتیبان پیغمبران. خب اینجا یه سوال بزرگ رخ میده. دو زن ضعیف چیه که خدا و جبرئیل و مؤمنان و پرشتگان همه جبهه بگیرن؟ معقوله این؟ یعنی دو تا زن ضعیف از نظام انتقاد بکنه، میاد بسیج میشه نیروهای هوایی، زمینی، دریایی همه کشور؟ این معقول نیست که. پس معنی آیه چیه؟ معنی آیه اینه که ای انسان، تو اگر در جبهه مخالف حق بودید، بدون که طرفت خداونده، طرف دیگه کیه اونو بشناس. ولذا ای مسلمانان، اگر چه من شما الان ضعیفیم، قصه این دین نخورید، قصه اینه بخوریم که آیا خداوند به من شما اجازه داده که خدمتگزار این دین باشیم یا نه. قصه خود دین رو نخورید، این دین پشترش خداونده، این دین به کمال من شما باقی نمونده، من شما ضعیفترین ملت روی زمین شدیم. با این حال اولین دینی که در دنیا منتشر میشه. بازگردیم به داستانمون. ابراهیم بن سبا میخواد خانه کعبه را ویران کنه، مردم به زیارتگاه خودش بکشه. سیستانی زمان، خمینی زمان، خامنه‌ای زمان به نجاشی نامه می نویسه که و از قصد خودش هم خبرش می کنه و از ابراهه می خواد که اون فیل مشهوری را که پیشش هست براش بفرسته. یه فیل عظیم الجثه پیش نجاشی بود، اسمش هم محمود بود. یک فیل عظیم الجثه قوی که نظیرش دیده نشده. ابراهیم فرستاد، هنوز پیغمبر ظهور نکرده ها. و ابراهیم با این فیل و با لشکریانش رفت به طرف مکه. عرب اون موقع پادشاهان متعدد بودن، خبر رو شنیدن، لیکن از این کارش چی در تعجب که افتادن. ای کعبه رو میخواد ویران کنه؟ همگی گفتند که با ابراهیم با جنگید. یکی از پادشاهان یمن که بهش زونفر گفته میشد در مقابل ابراهیم ایستاد، لیکن شکست خورد. ابراهیم اون اسیر کرد، نزدیک بود بکشدش. گفت که ای پادشاه، به ابراهیم گفت منو نگه دار، به نفعته، به مصلحتته. اون نگهش داشت، دستپاش رو بست و نگهش داشت، بابا همراه خودش برد. و روایت ها میگه که ابراهیم انسان بردباری بود. به طرف مکه داره میره تا اینکه به سرزمین خصعم نزدیک میشه. و قبایل خصعم بر علیه شوریدن. نفیل ابن حبیب خصعمی با قبایل دیگر عرب هم برای جنگیدن، ابراهیم اینا رو هم شکست داد، نفیل رو اسیر گرفت. به ابراهیم گفت که من راهنماییت میشم به سرزمین عرب، منو نکش، یه خیانته، و قوم من هم از من حرف شنوایی داره، یعنی امر من نافذه در میانشون، منو نگه دار بهتره. اون نگهش داشت، انسان عاقلی بود، مثل خمینی نبود، مثل خامنه‌ای نبود که با خون سیر نشه. اینم راهنماییش کرد. وقتی به طائف رسید، مسعود بن مطعب با مردان از قبیله سقیف بر علیهش شوریدند، جنگیدند. ببخشید، نه جنگیدند، گفتند که ای پادشاه، ما بردگانت هستیم، قدرته دیگه، نفاق رو میبینی، ذلت رو میبینی. اون چه که امروز رخ میده با مسلمانان اینجوریه،
متاسفانه الا من رحم ربك. ما کسانی رو میفرستیم که تو رو راهنمایی کنه. یه شخصی رو به نام ابو رغال همراهش کردن که به امتش خیانت کرد و این ابو رغال هم مولاشونه. تا خارج شدن به منطقه به نام مغمس رسیدن که ابو رغال مرد و امروز شیعیان عراق و همه ابو رغال می نامند، برای که با خیانتی که به کشورشون کردن در طول تاریخ خیانتای شیعه مشهوره. این اولین بار نیست. ابن القمی که وزیر عباسیان بود همچی خیانتی کرد، توسی ملعون همچی خیانتی کرد، سیستانی رشوخار و ملعون همچی خیانتی کرد. تاریخ شیعه تاریخ خیانته. عزت و شرف نمیبینی در این تاریخ برای این امت. لیکن برای فریبکاری بردن، برای مکاری بردن، دقت میکنی؟ و بدترین چیز اینه که انسان در حالت معصیت میمیره. در شام که خداوند از ابو رغال تهران و ابو رغال دمشق آزادش بکنه، ابو رغال در عربی یعنی خائنترین شخص. در اونجا یک رستوران بود، این صاحبش از شراب فروشی توبه کرده بود، رفته بود حج. وقتی که برگشتید دید که سودش بسیار پایین اومده، دوباره شروع کرد به شراب فروختن. 4 روز بعدش فوت کرد. مقصود چیه؟ بدبخت‌ترین مردم اینه که بر معصیت میمیره، در حالت خیانت میمیره. ابن اسحاق می‌نویسه که این ابو رغال همون شخصیه که امروز قبرش رج میشه. باور کنی فردای که دیر نباشه قبر خامنه‌ای رج میشه، قبر خامنه‌ای و رفسنجانی رج میشن، همین ملت ایران اینا رج میکنه. روشن خواهند شد انشاءالله. گاهی انسان مرتکب خیانتی میشه که خدا و ملائکه و صالحان همگی اونها رو لعنت میکنن. تمام این خیانت ها در پایگاهش در تهرانه. ابراهه شخصی از حبشه رو فرستاد که اسمش اسود بن مسفوده، مقدمه به لشکرش دستور به حمله داد. الان نزدیک مکه شده. به این اسود بن مسعود دستور داد که هرچی از مال و منال مردم اینا رو بگیر. خب اینا هم که صحرانشینن، چی دارن جز گوسفند و شتر؟ این همه اموال حرام جمع کرد. 200 شتر از ابو طالب هم گرفت، عبدالمطلب، و دو نفر که مقاومت کردن اونها رو کشت. دو تا پادشاه هم که اسیر گرفت. این از حبشه اومده اموال اهل مکه رو گرفته، 200 شتر از عبدالمطلب رو گرفته، همه اموال هم در اختیارشه. همین کاری که خمینی و خامنه‌ای کردن، اموال مردم مصادره کردن. ابراهیش شخصی از حمیه رو فرستاد به طرف اهل مکه. و گفت که مردم مکه بگید که من برای جنگیدن نیومدم. من اومدم این خانه رو خراب کنم، بس. وظیفه من اینه. من خانه کعبه رو خراب میکنم، با کسی نمیجنگم. این رفت این سخن رو به عبدالمطلب گفت، به تمام کمال حرفش زد. عبدالمطلب گفت که ما مانعش نمیشیم. ای چطور؟ گفت این خانه خداست، این خانه خلیل الله ابراهیمه.
کسی که مانعش میشه خداونده، این حرم خداونده. ما همچی قدرتی نداریم. اگه خداوند اجازه بده خود داند ما ضعیفیم. امروز ما مسلمانان در پیش اقوام جهان بیچادریم، همچین وضعی داریم. اگه خدا خواست از خانهش دفاع میکنه. این سخن حقیه، لیکن نیاز به فهم داره. این قاصد بازگشت و به طرف پادشاه که همون که اسمش زو نفر بود، و این دوست عبدالمطلب بود. عبدالمطلب اومد پیشش گفت که ای زو نفر، آیا میتونی منو کمک کنید؟ گفت که آخه من خودم اسیرم، چطوری؟ هیچ بعید نیست که هر وقت بخواد منو بکشه، ولی من بر فیلبانش که اسمش انیس باشه باش دوستم، یه دوستی هم باش میفرستم و سعی میکنم که تو رو پیش ابرهه خوب جلوه بده، یه نقشه کشید. یعنی فیلبان دوست ابرهه و دوست زینفرم هست، پادشاه اسیر. ای به ابراهیم گفت که این سرور قریش عبدالمطلبه، میخواد بیاد پیش تو، میخواد تو رو ملاقات کنه و بر جنگ هم نیومده، بر مخالفت با امرت هم نیومده. یعنی چی؟ یعنی قصد جنگ نداره. من دوست دارم که شما بهش اجازه بدید. ببینید دوستان، انسان همین انسانه در هر زمان و مکانی. هو الذی خلقکم من نفس واحده، همه شما را از یک نفس آفریده. مؤمن مؤمنه، کافر کافره، منافق منافقه، خائن خائنه، امین امینه. مهم اینه که شما چه موضعی بگیرید، کجا وایستید. نمونه های بشری همینجوری هستن. قبل از اینکه این داستان من ادامه بدم میخوام رو چند نقطه توجه کنیم. در تاریخ اسلامی بارها رخ داده که چنین خیانت های صورت گرفته. میخواستن مسلمانان رو در جنگ خندق ریشکن کنن. قریش و همه همپیمانانش اومدن که پیغمبر رو مسلمانان رو کلن ریشکن کنن، یک جا بکشنشون رو تمام شده را. همین کاری که الان ترامپ خونخوار بر مسلمانان نقشه میکشه. از جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، اون که از بالا و پایین از هر طرف اومدن. از زاغت الابصار و برقت القلوب الحناجر، چشمها خیره شد، دلها به خنجرها رسید و بر خداتون گمانها کردید. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، اونجا بود که مؤمنان مبتلا شدن و به شدت متزلزل شدن. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، منافقان و مریض قلبان میگفتند که خدا و رسول جز و اقوال فریبنده ما نگفتند، یا وعدهشون ارکی بوده. بعدش من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه، اما از مؤمنان مردانی هستند که اون چرا که وعده کردن عمل کردن. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بعضی از اونها رفتند و بعضی هم منتظرند. و ما بدلوا تبدیلا، تغییر نکردن. راه خروج از شدت ها به پیروزی، به فرج، ایمان به وعده خداونده. شما وقتی که ایمان دارید که امر دست خداونده، فقط یاور فقط خداونده، پیروزی رو فقط خداوند میاره، بقیه هیچی نیستن. خداوند قادره که دشمن رو برات پیروز نکنه. خداوند میفرماد که ان جندنا لهم الغالبون، سربازان ما پیروزن، در سوره صافات. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، در سوره روم. بر ما واجبه که مؤمنان نصرت بدیم. و خداوند وعده داده به کسانی که ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند در زمین بهشون قدرت بده، همچنان که پیشینیان قدرت داده.
و دینشون را که برشون راضی شده تمکین بده و به جای ترس اونها را امن و امنیت بده، همچنان که در سوره نور هست 55، و از بین رفتن این کائنات بر خداوند آسانتر از اینه که وعداش متحقق نشه. لکه به این جمله خوب دقت فرمایید، وقتی که امر خداوند بر من شما مسلمانان سبک شد، ما پیش خدا سبک شدیم. و الا وعده خداوند اینه، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند کافران بر مؤمنان مسلط نمی کنه. الان که صد بار مسلطن، پس علت چیه؟ علت در مشکل پیش من شماست، در ضعف ایمان من شماست، در نامسلمانی من شماست، در مخالفت کتاب سنت پیش من شماست. و الا خداوند هو القوی العزیز، قوی و شکست ناپذیره. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، اونها مکرشون رو میکنند و خداوند مکرها پیششه، اگرچه مکرهاشون چنان باشه که کوه رو تکان بدن. کسی میتونه کوه تکان بده؟ این فقط بر تقریبه. کسی میتونه کوه البرز برداره، همه کره زمین جمع بشه، میتونه البرز برداره بزنش تو جای دیگه مثلا؟ نه، مثالیه. مقصود که دین رو کسی نمیتونه ملغا کنه. آتاتورکی که این همه از مسلمانان کشت، از یهودیان دونمه خودش مثل همین احمدی نژاد و دار دستاش که سابقا یهودی بودند و تظاهر به اسلام میکنند، قصر استقبالش 2000 متر بود، 5 تن طلا در قصرش به کار رفته. کجا رفت؟ میخواد اسلام رو ریشه‌کن کنه، اسلام موند، ایناش داره باز میگرده. 40 سال پیش، 50 سال پیش کسی تصور میکرد ترکیه اینطوری بشه؟ که همه دنیا الان بر علیهش بشه؟ اسرائیل و همپارکیهاش؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید سستی به خود راه ندید، غصه هم نخورید، شما برترید اگر مؤمنید. هدفم از این داستان اینه که روز بروز قوی تر باشیم. هر کسی که خدا رو در حساب خودش نذاره، خدا من میزندش. این ابراهیم میخواست کعبه رو با خاک یکسان کنه، قدرت هم داره، پادشاهان اسیر شدن، همه موانع رو دیدی چطوری برداشت. اومد به خانه کعبه رسید، همون خدایی که ابراهیم رو شکست داد، اون خدا موجوده، اونم خدای ماست. همون خدا میتونه که ابراهای زمان رو هم شکست بده، خامنه‌ای ها رو هم شکست بده، اربابانشون هم شکست بده. هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید با شماست. یه داستان دیگه هم خدمتتون عرض کنم. داستان حضرت یونس علیه السلام یه قانون عمومیه، و کذلک ننجی المؤمنین. خدای او خدای ماست. دیگه سنت ها قوانین خداوند همون قوانینه. در قرآن دو حالت هست که اگر در قرآن نمی بود ما تصدیقش نمی کردیم. حضرت یونس یک پیغمبر بزرگواره، یهویی خودشو تو دهنش نهنگ می بینه، احتمال نجات چند درصده؟ اگه یک انسان وایس تو دهن دهنه نهنگی چی نیست؟ یه لغمه چیه؟ احتمال نجات هم نیست. شما میتونی تو دهن نهنگ وایس تو اون تو رو ببره. میدونی که نهنگ آبی گوشتش فقط 50 تنه، روغنش 50 تنه و استخونش هم 50 تن، 150 تن
شیرش برای که میمکدش ماهی 300 کیلوگرمه، این 3 بار در روز میمکه، نزدیک به یک تن 300 کیلوگرم بر 900 کیلوگرم. حضرت یونس ناگهان خود شد دهن نهنگ میبینه، اما اینجا دقت بفرمایید، فنادا فی الظلمات، در این ظلمت ها، ظلمت شب، ظلمت دریا، ظلمت شکم ماهی، چند در احتمال نجات هست؟ چه گوه؟ یا علی؟ یا امام زمان؟ یا فریب زمان؟ یا زامن آهو؟ چرتپرتایی که مشرکان مدعی تشیع رایج کردن؟ در ظلمت شب، در ظلمت دریا، در ظلمت شکم ماهی، کی رو صدا میزنه؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شیعیان میگه اهل بیت خونده. ببین مکر رو ببینی، قرآن میگه که در این ظلمت ها ندا کرد که ای پروردگارا، معبودی جستونی است، تو منزهید و من از ظالمان بودم. فاستجبنا له، استجابتش کردیم، دعاش رو پذیرفتیم. و نجیناه من الغم، از چنین غمی نجاتش دادیم. خدا همون خدایه. و کذلک ننجی المؤمنین، و مؤمنان این چنین نجات میدیم. جالب اینجاست که اینو به یه قاعده، به یه قانون مبدل میکنه که ما مؤمنان این چنین نجات میدیم. یعنی چی؟ یعنی در هر زمانی، در هر مکانی، در یک کشور عقب افتاده، در یک کشور پیشرفته، در یک کشور فقیر، در یک کشور غنی، الان، در گذشته، در آینده، قانون همین قانونه. و كذلك ننجي المؤمنين، این چنین مؤمنان رو نجات میدیم، لیکن به چه شرط؟ شرط ایمان. ابن آدم کلی کما اورید اکن لک کما تورید، ای بنی آدم آن چون که من میخوام با من باش، من هم به ارادت عمل میکنم. کلی ما اورید سا اکن لک کما تورید، آن چون که من اراده میکنم باش، من همچنان خواهم بود که اراده کنید. و لا تعلمنی ما اصلحک، اون موقع به من نگو که چطور اصلاح میکنه. انت تورید و انا اورید، تو یه اراده داری، من یک اراده دارم. فاذا سلمت لی فی ما اورید کفیت کما تورید، اگر تسلیم اراده من میشید، من اون چرا که میخواهید خودم کفایتت میکنم. اگر تسلیم اراده من نشید، در اون چی که میخواهید تو را به زحمت میندازم و در نهایت جز آن چی که من میخواهم نمیشه. اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل خداوند، توحید یعنی همین. وقتی که شما همه امیدت را به خداوند میذارید، همه اطمینانت را به خداوند میذارید، امکان نداره خداوند دست بکشه داره. ولذا با تمام ضعفی که بر من گرد من شما هست، ایمانمون به خدا قوی باشه، دشمنان دین رو تصدیق نکنیم، رافضیان رو تصدیق نکنیم، خامنه ای ها و جمهوری خبیثشون رو تصدیق نکنیم. گذشت زمان همه خیانت های ابو رقال های رافضی رو نشون داد. باز کردیم به داستانمون. ابن اسحاق میگه که عبدالمطلب که جد پیغمبر علیه السلام شخصی بود خوش صورت و قوی هیکل، وقتی که ابرهه اونو دید تعظیمش کرد، اکرامش کرد. ابرهه بر تخت نشسته و دوست نداره کسی بر تخت با اون بنشینه، بلکه دشمن اومده در مقابل دیگران حمله بکنه و دوست هم نداره که شریف مکه که عبدالمطلب باشه بر زمین بشینه. چیکار میکنه؟ خودش بیاد پایین و عبدالمطلب میگه بفرما بشین. این زیرکیش نشون میده. الان دقت کنید، فرمانده یک لشکر اومده که خانه کعبه رو ویران کنه، قبله مردمه، اون موقع هم قبله بود. عبدالمطلب زعیم مکه با ابراهیم ملاقات میکنه،
ازش میگه که ازش چی سوال میکنه؟ میگه 200 شطوری که آسمان گرفتی براش گردون، این معقوله؟ خاطر شطرات اومدی؟ ابراهیم به مترجمش میگه که من وقتی شما رو دیدم شکل شمایل پسندم شد، لیکن الان کوچک شدی نظر من. گفت چرا؟ گفت من اومدم که خانه ای را که دینته و دین آباته و شرافت و دین شما به این بستگی داره، من اومدم ویرانش کنم. شما هیچی راجع به این حرف نزدید، اومدید 200 شطور رو بگیرید. ببین این سخن برای این نیست که ما تقلیدش کنیم، لیکن ببین چی جواب میده. میگه آقا من صاحب شطورهام، خانه خودش صاحبی داره، للبیت ربون یحمی، این خانه پروردگاری داره که ازش حمایت میکنه. این خودش یک ایمانه و اسلام همینه، دین خدا همینه. یه داستان دیگه، نورالدین شهید زنگی که در ایران کسی نمیشناسدش، یکی از قهرمانان تاریخ اسلام مثل صلاح الدین ایوبی، قبل از جنگ با صلیبیان به سجده افتاد. دقت فرمایید، گفت ای پروردگارا نورالدین سکی که تو پیروزش کنید، لیکن دینت را پیروز کن، نصرتت بدینت. و خداوند دعاشو پذیرفت. ولذا من و شما هر کدوم باید هم و غم این دینو در دل خودمون داشته باشیم، سعی کنیم که اونو منتشر کنیم، سعی کنیم که اونو به خوبی جلوه بدیم، از پیغمبرمون دفاع بکنیم، از قرآنمون دفاع بکنیم. و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر شما اعراض کنید به این دین، از این دین یک قوم دیگری میاره خدا، مثل شما نخواهند بود. الان میلیون ها ایرانی رو نگاه کنید بیدین شدند از دست آخوندهای ملعون، لیکن میلیون ها دیگر رو ببینید در سراسر دنیا که دارن مسلمان میشن. به هر حال عبدالمطلب گفت من صاحب شطورها هستم، خانه صاحبی داره. گفت که صاحب خانه نمیتونه منو منع کنه. میدونه بی که میگه به خداوند من این خانه رو ویران میکنم و انسان احمق اون انسانی است که با خدا بجنگه، با ذات الهی بجنگه. انسان چیه؟ یک ذره خون در مغز جامد بشه رفتید سکته کردید. انسان در هر حالتی که باشه در قبضه خداونده. میگه خدا من نمیتونم جلو منو بگیره. به هر حال شاید بوش هم همچین آرزویی داشت، آرزوش نرسید. آینده هم دست خداست، آینده رو جز خدا کسی نمیدونه. کی فکر میکرد شوروی ملعونی که شعار بی خدایی رو 70 سال برد برافراشت مثل نمک ذوب شد؟ کسی تصورشو میکرد؟ اونقدر اسلحه داشت که میتونست کره زمین رو 5 بار ویران کنه. ببینید یه مثالی ارز کنم. یک وینچای برقی هستش که 20 تن رو حمل میکنه، هیچ کسی نمیتونه ازش با مغناطیس که اونو بگیره. لیکن اونی که چی دستشه، وینچ دستشه، با یه دکمه میتونه کارو تمام بکنه. اگر خدا بخواد کسی رو به پایان برسانه با یک چشم به هم زدن. ورزا خداوند میفرماد انا الله ملک الملوک، من الله هستم، شاه شاهانم، قلوب پادشاهان در دست منه،
مهارشون در دست منه. اگر بندگانم اطاعتم کنند، این رهبرانشون را دلشون رو پر از مهربانی میکنم. اگر بندگان اسیان من بکنند، دل اینها رو پر از انتقام میکنم. خودتون رو به بدگویی از پادشاهان مشغول ندارید. به صلاحشون دعا کنید که صلاح اونها صلاح شماست. لیکن توبه کنید. این روایتو امام طبرانی میاره. عبدالمطلب بهش گفت که خب من صاحب شطورها هستم، اون خانه صاحبی داره. گفت نه، اون نمیتونه جلو منو بگیره. خب بس بفرما، نمیتونه جلو تو بگیره، بفرما. این دستور داد که شطورهای ابراهه رو باز گردوندن. عبدالمطلب خارج شد، شطورهای ببخشید عبدالمطلب و و عبدالمطلب دستور داد که یار از مکه خارشید، برید برای کوها و اینا که اینا دارن حمله میکنن. رفت اونجا، در کعبه را گرفت، گفت ای خدایا من به غیر از تو امیدی ندارم. یا رب لا ارجو لهم سواکا، یا رب فمن منهم حماکا، ان عدو البيت من عاداکا، فمنعهم فمنعنهم ان يخربوا قراك. ای پروردگارا، ما جز به تو امیدی نداریم. از خانه خودت دفاع کن، دشمن را از خانه خودت بران و این خانه را از خرابی باز دار. و اشعاری از این قبیل سرود. هدف ما این نیست که تسلیم بشیم، لیکن قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله المؤمنون. عمل کنید، خداوند و رسول و مؤمنان عمل شما رو ببینند. لیکن این حرفا برای که مایوس نشین، همطور که بوش نتونسته ریشه اسلام بکنه، ترامپ هم نخواهد تونست، پدر ترامپ هم نخواهد تونست، هیچ کسی نمیتونه ریشه اسلام بکنه. مادامی که با خدا باشیم، خداوند از من شما دست بر نخواهد داشت. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزیز ذو انتقام. گمان نکنید که خداوند وعده را که به رسولانش داده وعده خلافی میکنه. خداوند شکست ناپذیر و انتقام گیره. ابراهیم با بعضی از بزرگانش رفتم به طرف مکه، میخواست داخل مکه بشه. لشکرشو آماده کرده، فیلشو آماده کرده. نوفل فیلوان فیلو برداشته، گوشاشو گرفته که اسمش محموده، همچنان که روایت ها میگن. هی میبره، این فیل میخوابه نمیره. در یکی از کشورهای دیکتاتوری یک عالمی رو زندانی کردند، 7-8 روز به یک سگ غذا ندادند. شیخ کشکو بعد اونو گذاشتن باش، سگ همونجا نشسته تکون نمیخوره. فکر کردن سگ همی الان میخوردش همشو. بکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هر چی میخواد کید کنی، منتظرم نباشی. همچنان که حضرت هود فرمود، من به خدای خودم و به خدای شما توکل کردم، هیچ حیوانی نیست مگه اینکه مهارش دست خداونده. اگر خداوند با انسان باشه، کیست که با او نیست؟ و اگه کسی که خدا را نداشته باشه، کی رو داره؟ و اگر انسان با خدا نزدیک باشه، شامل این آیه میشه که فَإِنَّكَ بَعْيُنِنَا، در چشمان ما هستی. دعا
داستان حضرت موسی براتون مشخصه. موسی با موحدان بنی اسرائیل وضعیت مثل ما رو داشتن. الان هموطنان درجه 5 و 6 از فرعون فرار کردند، از خامنه ای زمان فرار کردند، به دریا رسیدند. پشت سرشون فرعون و لشکر کینتوزش، سپاه و اطلاعات کینتوزش، و جلو هم دریا. فلما ترى الجمعان، وقتی دو گروه هم دیگر را دیدن، احتمال نتیجه چقدره؟ صفر، مثل شکم نهنگ. قال اصحاب موسى انا لمدركون، الان که ما را بگیرن. قال کلا، موسی میگه هرگز، خدا به من وعده داد چی بگیرن. و این اعتماد به خداونده، این هر کار میکنه که فیل بره جلو نمیتونه، فیل میخوابه. به طرف یمن میذارش بلند میشه میره، به طرف شام میره، به طرف مکه نمیره. و خیلی باش تأسفه که حیوان از انسان خداشناس‌تر باشه، از انسانی که مکرمه. این من شین الا یسبحو بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حلیما غفورا. هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح گوی خداونده، لیکن شما تسبیحشون رو نمیشنوید، نمیفهمید. وقتی جمادات تسبیح گوهند، نباتات، حیوانات، اجماوات، انسان غافل از خداوند، پناه بر خدا. و نفل خارج شد تا بالای کوه رفت. الان دخالت خداونده. مرغ‌هایی از طرف دریا آمد. هر مرغی 3 تا سنگ داره. 2 تا سنگ با دست‌هاشون، 1 سنگ منقارشون. وقتی اومدند بالا سر اینها، لشکر ابراهه سنگ‌ها رو زدن به افراد معینی رو. هر کسی که این سنگ‌ها بهش می‌خورد هلاک می‌شد. وارسل علیهم طیرا ابابیل، ای خدای این طیر ابابیل رو بر بشار و بر خامنه‌ای و بر سیستانی و بر ابورغال‌های عراق و ایران و عراق و سوریه بنداز. طیر ابابیل هم مرغ ضعیفیه، پرنده ضعیفیه. بر هر سنگی اسم او شخص هم نوشته که بکشدش. و جعلهم که اسم معکول، مثل کاهی که زیر دستپاله شدن. بقیه قوم وقتی اینو دیدن فرار کردن. از نفیل خواستند که راه یمن کجاست که باز گردن. و بر خود ابراهه خداوند یک مرضی براش مسلط کرد که این مرض باعث شد که انگشتاش بیفته. وقتی به صنعا رسید مثل مرغ شده بود همه چی بدنش، تا اینکه مرد. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشتشون به ماست و حسابشون هم با ماست. ای خدایا، خامنه ای و شیعیان بر خانه کعبه نقشه ها دارند، همچون که نقشه ابراهی را ویران کردید، اینها را هم ویران کن و نقشه هاشون را بر سر خودشون بینداز. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صد الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین.